یک مسئول بلندپایه سازمان ملل متحد حملات علیه مساجد را محکوم کرد. میگل آنخل مواتینوس، مسئول اتحادیه تمدن‌های سازمان ملل متحد، اقدامات نفرت‌آمیز اخیر ضد مسلمانان در غرب فرانسه را مغایر با ارزش‌های انسانی دانسته و آن را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که از سوی سخنگوی این اتحادیه صادر شده آمده، مواتینوس با جامعه مسلمان فرانسه ابراز همبستگی کرد و برای آنها ماه رمضان مبارک و آرامی را آرزو می‌کند. وی شعارهای ضد اسلامی نوشته شده روی دیوارهای مرکز فرهنگی اسلامی ابن سینا در شهر رن در غرب فرانسه را محکوم کرد. این شعارهای نفرت آمیز روز یک شنبه و در آستانه ماه رمضان بر روی دیوارهای یک نمازخانه دیده شد. چند روز پیش از این نیز در شهر نانت فرانسه درب مسجد الرحمه بر اثر آتش سوزی عمدی تخریب شد. مواتینوس این اقدامات را حقیرانه خواند و آن را توهین به قوانین بین‌المللی حقوق بشر و ارزش‌ها و اصولی که سازمان ملل از آن حمایت می‌کند، به ویژه آزادی دین و عقیده دانست. وی افزود اکنون بیش از هر زمان دیگر باید اتحاد و یک پارچگی سلاح اقدامات ما باشد. ما در برابر افزایش نفرت ضد اسلامی، برچسب زدن به مسلمانان و ناسیونالیسم و قومیت‌گرایی و همچنین سخنان تنفرآمیز و هدف قرار دادن جمعیت‌های آسیب‌پذیر به خاطر دین یا اعتقادات آنها قاطعانه می‌ایستیم. او تأکید کرد که احترام متقابل، هماهنگی بین ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز زمانی حاصل می‌شود که فضای وسیعی برای همه فراهم باشد تا آزادانه و با خیال راحت آیین‌های دینی خود را انجام دهند و عقاید خود را ابراز کنند.